خانم ها آقایان، عمیانان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. همیشه عمیانان گرامی، جمهوری اسلامی ثابت کرده وقتی که در تنگنا قرار میگیره، وقتی که خطر رو کاملا احساس میکنه، شروع میکنه عقبگرد کردن به طوری که باعث حیرت خیلی از حتی آدمهایی که در خود جمهوری اسلامی دستن در کار هستن میشه. چه در زمان روح الله کبیر به قول آقایون و چه در زمان علی خامنه ای، ما مثالهای زیادی داریم که میتونیم در این مورد بهش اشاره بکنیم. زمانی که ایالات متحده آمریکا، شیطان بزرگ، حمله کرد به عراق، جمهوری اسلامی از در دوستی با آمریکا برآمد، اجازه داد هواپیماهای جنگی ایالات متحده آمریکا از فراز خاک ایران حمله بکنند به عراق. تمام امکانات دفاعی ایران در اختیار آمریکا قرار گرفت بدون اینکه کوچکترین اطلاعی به مردم داده بشه، چون مردم همیشه در جمهوری اسلامی غریبه بودن، نامحرم بودن. شما میبینید که وقتی که یک مسئلهی به قول اینا رسانه‌ای میشه و به آگاهی مردم رسونده میشه، بلافاصله رئیس روزخانها میاد و برای اینکه به این موضوع خاتمه بده یک بهانه‌ای جور میکنه و اخطار میده به عوامل رژیم که این موضوع رو بیشتر از این کش ندید، رسانه‌ایش نکنید و این نامحرم ها یعنی مردم بیشتر از این آگاهی پیدا نکنن، چون این باید در یک جمع بسته این مسائل مطرح بشه، نه در حضور مردم و نه اینکه مردم آگاهی داشته باشن. اینی که شما بسیاری از اسراری که در جمهوری اسلامی هست چندین سال بعد از واقعش، اونم در اثر تضادهایی که بین این اراذل اوباش پیش میاد، بهش پی میبرید. در جنگ ایران عراق ما دیدیم وقتی که همه امکانات ایران در اختیار ارتش آمریکا قرار گرفت و متفقین که به عراق حمله کردن، بلافاصله وقتی که حکومت صدام حسین سقوط کرد، این تفکر هم پیش آمد که خب حالا بعد از حمله به افغانستان و بعد از حمله به عراق، نکنه آمریکا دوباره به ایران هم حمله کنه بعد از اون جنگ 8 ساله عراق و ایران، و تصور اینو بکنه که ایران در ضعف قرار گرفته و این همکاری ها با ارتش آمریکا و متفقین به این نتیجه برسه ایران که مبادا، یعنی خود ایرانی ها به این، یعنی رژیم، نه ایرانی ها، به این فکر افتادن که نکنه آمریکا یهو بخواد دست درازی کنه جمهوری اسلامی رو هم سرنگون کنه. اینی که شما میبینید در زمان نمازهای جمعه در ایران بعد از حمله آمریکا به عراق، با همه همکاری‌هایی که بین رژیم جمهوری اسلامی و عراق صورت گرفت، شعار مرگ بر آمریکا ناگهان از نماز جمعه حذف شد. حاجی بخشی و نمیدونم این آقایون وزرای شعار که معروفن تو مردم، ناگهان زیپا رو کشیدن و دیگه راجع به آمریکا و شیطان بزرگ صحبتی نکردن. ولی بعد از یه مدتی وقتی که دیدن که خب امکاناتی دیگری دارن، خب الان افغانستان طالبان رفته، یکی از دشمنان اصلی جمهوری اسلامی، صدام حسین هم رفته، یکی دیگر از دشمنان جمهوری اسلامی، فضا در جمهوری عراق، تازه به اصطلاح نوبنیاد عراق بعد از صدام، طوریست که این کسانی که قبلا در جمهوری اسلامی پرورده شدن، مثل آقای جعفری، مثل آقای نخست وزیر فعلی و بسیاری از زمامداران عراق و تروریست هایی که در دامان جمهوری اسلامی پرورش پیدا کردن، مثل مقتدی صدر، مثل آقایان حکیم اولی، البته نه این حکیم دست سوم، خب اینا آمادگی دارن، مثل آقای چلبی آمادگی کامل دارن برای همکاری با ایران
و اینکه دومین حکومت شیعی در منطقه بتوانه پشت به پشت جمهوری اسلامی بر علیه منافع غرب بسیج بشن و اون طرف هم کنار مرزهای اسرائیل، حزب الله لبنان و جهاد اسلامی و حماس، با وجودی که اون دو تا سنی بودن، ولی پول بسیار زیادی که از طرف جمهوری اسلامی به اینا پرداخت میشد، مسئله شیعه گری و سنی گری رفت کنار. خب در یک همچین شرایطی جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که آهسته آهسته در امور عراق دخالت بکنه و سرنخ اصلی ترورها و مزاحمت‌ها رو در عراق به دست بگیره. و اینی که می‌بینیم در عراق یواش یواش مقتدا صد با میلیون‌ها کمک مالی که به دسته مقتدا صد شد و حتی در بعضی مواقع همکاری با القاعده و سنی‌ها، نتیجه این شد که آمریکا رو در شرایطی قرار دادن که هم افکار عمومی در آمریکا و هم حزب مخالف، حالا فرق نمی‌کنه اون موقع دموکرات‌ها حالا جمهوری‌خواه، سعی در این داشتن که زودتر از عراق بیان بیرون، برای اینکه تعداد کشته شده‌های ارتش آمریکا، پولی که هر ماه بابت حضور 130 هزار از نیروهای آمریکایی در منطقه سرسام آورد، فشار اقتصادی با آمریکا، نتیجه‌اش این بود که آمریکا می‌خواست یه مستمسک گیر بیاره و از عراق فوری خارج بشه. کمان که دیدیم آقای اوباما به این بهانه که الان عراق به اندازه کافی قدرت داره که مسئولیت‌ها رو بپذیره، بلافاصله بعد از یه مدت کوتاهی ارتش آمریکا از عراق اومد بیرون و سرنخ اصلی حرکات که در عراق اتفاق می‌افته افتاد به دست جمهوری اسلامی. الان سردار سلیمانی، قاسم سلیمانی، به تصدیق بسیاری از سنی‌هایی که از جمله آقای الهاشمی که فرار کرده الان رفته قطر، معاون رئیس جمهور عراق، حاکم واقعی در عراق آقای قاسم سلیمانی، سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس در عراق، اوست که تعیین میکنه سیاست‌های عراق باید چگونه باشه. و کار به اونجا رسیده که آقای سردار قاسم سلیمانی با فرن پلیسی مصاحبه میکنه و میگه که من در نه تنها در مورد مسائل، پیغام داده به آقای جنرال پتراوس که من در منطقه عراق و بسیاری از کشورهای عربی خط مش این کشورها رو من تعیین میکنم. یعنی شما به جای اینکه بیاین با مقامات عراقی مصاحبه بکنید، با اونا گفتگو بکنید، با اونا هماهنگ بکنید، باید با سپاه قدس این کارو بکنید. و کاری کردن که در کنار مرزهای اسرائیل، یعنی بین حزب الله لبنان و سید حسن نصرالله، اونها مرتبا با از طریق قاسم سلیمانی فرامین جمهوری اسلامی رو دریافت میکنن و اینا کاری کردن که با آمریکا و غرب بقبولانن که این ما هستیم که سرنخ بسیاری از بقای منطقه رو در دست داریم، در بحرین، در یمن، میدونی در شمال عراق، در شمال یمن، بسیاری از این شیعیان یمن همکاری نزدیک دارن با سپاه قدس ایران و مزاحمت‌هایی که ایجاد میکنن برای آمریکا. و بالاخره این فشار غرب بود که به عبدالله صالح، با همه خطراتی که متوجه به اصطلاح غرب، سیاست‌های غرب میشد، قبولوندن که تو استعفا نده، بذار یک مقداری آرامش، وقتی که دیدن دیگه نمیشه آرامش رو در یمن برقرار کرد، آمدن بر درست تجربه‌ای که در مصر داشتن در یمن هم پیاده کردن. یعنی اینقدر آقای عبدالله صالح رو نگه داشتن تا حکومت یمن تفویض شد به معاون آقای عبدالله صالح و یه انتخابات قلابی هم انجام دادن، معاون ایشون شد رئیس جمهور، ولی سیاست‌های آقای عبدالله صالح رو پیروی می‌کرد. چرا؟ برای اینکه خطر جمهوری اسلامی رو بیخ گوششون احساس کردن. و در عراق شما میبینید که آقای الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق رو آمدن این تهمت رو بهش بستن یا این مدارک رو رو کردن که ایشون در بسیاری از ترورهای عراق دست داشته
و ایشون زمانی که فرار کرد رفت به کردستان عراق، اینها خواهان تحویل او به حکومت مرکزی شده و بعد دید امکان نداره در اونجا باقی بمونه، فرار کرد رفت به عربستان و الان رفته به قطر. حالا همه اینا رو گفتم عمیانان گرامی و به این نتیجه میخوام برسم که جمهوری اسلامی وقتی که خطر رو احساس بکنه با وجود همه مانورهایی که در منطقه انجام میده بسیار سریع عقب نشینی میکنه. در خیلی جاها این مسائل بوده، شما یادتونه زمانی که در زمان آقای خاتمی دانشجویان ایران بعد از اون حمله وحشیانه به خوابگاه دانشجویان ریختن تظاهرات کردن، همین آقای رئیس روزخانه ها اومد یه عده از این اراذل اوباش رو جمع کرد و با یه قیافه گریه دار گفت اگر دیدید که عکس منم آتش زدن، که اون اراذل اوباش که نشسته بودن اونجا شروع کردن گریه کردن، شما عکس العمل نشون ندید. ولی بعد از یه مدتی که دانشجویان سرکوب کردن به وحشیانه ترین طرز ممکن کاری کردن که دانشجویانی که مورد ظلم قرار گرفته بودن و به وسیله اراذل اوباش کتک خورده بودن، کشته شده بودن، اینا رو کشتن پای میز محاکمه و اون اراذل اوباش که دانشجویان زده بودن همه رو تبرئه کردن. در مورد عراق هم گفتم وقتی که خطر رو احساس کردن فوری شعارهای مرگ بر آمریکا تا سیاست بعدیشون که نفوذ در ارکان مختلف عراق بود قطع شد. حالا جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که سیاست‌های مقام معظم روزخان بزرگ به بدبختی و بیچارگی مملکت ما منجر شده. اینا دلشون برای مردم ایران نمی‌سوزه، حکومت رو در خطر سقوط می‌بینن. ترکیه یکی از کشورهایی بود که مورد تایید جمهوری اسلامی بود. آقای دسیلوا رئیس جمهوری برزیل با آقای طیب اردوغان آمدن ایران، به اتفاق احمدی نژاد ستایی دستشون رو گرفتن با هم دیگه و پیشنهاد کردن که پیشنهاد مشترک این سه کشور برای اینکه بنبست مذاکرات هسته‌ای از بین بره باید مورد نظر قرار بگیره. ترکیه شد یکی از دوستان صمیمی جمهوری اسلامی. ولی بعد از یه مدت اینا دیدن ترکیه به تنها چیزی که توجه نداره منافع ایرانه و درست هم این بود. آقای اردوغان منافع دولت ترکیه رو در نظر میگیره، نه منافع جمهوری اسلامی رو و نه دوستی با احمدی نژاد و رئیس روزخان ها. او دنبال منافع ملی ترکیه بود، همونطور که آقای دسیلوا بود، همینطور که چین و روسیه هستن. حالا الان ترکیه نه تنها روابطش با ایران به وخامت گرایده، بلکه همین الان که با شما صحبت میکنم دو ساعت قبل آقای اردوغان طی یک بیانیه رسمی دولتی اعلام کرد که جمهوری اسلامی به دلایل دروغگویی‌هایی که مرتباً انجام داده دیگه اعتباری تو جهان نداره و برای همین دست به عملیات میزنه که نشون دهنده بی‌اعتمادی تمام کشورها نسبت به جمهوری اسلامی. و بعدم این مسئله رو آورده که اینها قرار بود کنفرانس مربوط به مسائل هسته‌ای رو در استانبول بذارن، ولی ناگهان ایران پیشنهاد کرده که این کنفرانس باید در بغداد یا در دمشق یا در بیروت تشکیل بشه، چون میدونه آقای اردوغان گفته چون میدونه جمهوری اسلامی که نه در بغداد که اینقدر وضع شلوغ و پلوغه و اینقدر اوضاع خرابه و امنیتی نیست و نه در دمشق که الان تانک ها کنار شهرات شروع کردن بمباران شهرها و هلیکوپترها هم از بالا مردم رو زدن، 10,000 نفر هم کشته شدن یا 9,000 خورده‌ای، و در بیروت که حزب الله نماینده همه مردم لبنان نیست نمیتونه کنفرانس در این کشورها تشکیل بشه. بنابراین آقای اردوغان نظرش اینه که جمهوری اسلامی میخواد وقت کشی بکنه، همون حرفی که همه غربیا و در درجه اول خود ایرانیای مخالف رژیم میگفتن. ما سالهاست همیهنان گرامی میگیم جمهوری اسلامی داره وقت کشی میکنه و غربو به بازی گرفته. این غربی که مرتبا داره میگه جمهوری اسلامی اینطوری، این بله این صحنه است که آقای دسیلوا، آقای اردوغان آمدن تهران با آقای احمدی نژاد دستا رو بالا گرفتن و همکاری و برادری خودشون رو در کنفرانس تهران نشون دادن. همینجا بود که قرارداد 40 میلیون دلاری مبادلات اقتصادی بین ایران و برزیل در همین ملاقات
به 1,200,000,000 رسید در همین قرار کنفرانس تهران. و آقای اردوغان بهترین قراردادها رو با جمهوری اسلامی به امضا رسوند، برای همین که دست احمدی نژاد رو گرفت بالا. حالا ولی در منطقه داره یه شکل دیگه بازی میشه. قطر، عربستان سعودی و به کمک ترکیه، پول عربستان، سیاست‌های ترکیه و بازی‌های ترکیه و نقش کوچک قطر، 800,000 نفر جمعیت در منطقه به قدری حساس شده که اینا دارن تمام اطراف ایران رو یه عده سنی‌های قرار میدن که دشمن جمهوری اسلامی. و به جای اینی که مسئله اسرائیل مطرح باشه و شیطان بزرگ، الان توجه رفته بر سر اینی که اخوان المسلمین و سلفی ها و طالبان و نمیدونم طرفداران عربستان سعودی با کمک ترکیه تمام مناطق اطراف ایران رو بسیج کردن بر علیه جمهوری اسلامی. حتی کشورهایی مثل آذربایجان، آذربایجان الان همین فرن پلیسی برداشته یک مقاله نوشته که پایگاه‌های نظامی ارتش اسرائیل در آذربایجان روز به روز داره وسعت بیشتری پیدا میکنه و این نشان دهنده اینه که اسرائیل اگر قصد حمله به ایران داشته باشه دیگه ترس و واهمه نداره که از این مسافت طولانی بره ایران و بمباران کنه برگرده، میتونه بیاد از پایگاه‌هایی که در آذربایجان داره استفاده بکنه. این مطلب فارم پالیسی رو خود دولت اوباما به تصدیق رهبران حزب جمهوری خواه و نویسندگان فارن پالیسی و بسیاری از سیاسیون منطقه میگن این به اصطلاح قرارداد محرمانه که بین اسرائیل و آذربایجان بسته بود، دولت اوباما لو داده برای اینکه جلوی حمله اسرائیل رو به ایران بگیره. و الان یه موضوع اساسی شده این که نقشی که آقای اوباما داره بازی میکنه اینه که جلوی تجاوز، چقدر خوبه البته، جلوی تجاوز اسرائیل به ایران گرفته بشه و از اون طرف به کمک ترکیه، عربستان سعودی، قطر، کشورهایی که بهار عربی رو به اصطلاح پشت سر گذاردن بیان و در صف اخوان المسلمین مصر، سلفی ها، ترکیه، وهابیون عربستان سعودی و کمک های قطر قرار بگیرن. شما میبینید الان هر سه کشوری که من اسم بردم، قطر، عربستان سعودی و ترکیه، در مورد سوریه تا آخر خط رفتن. یک کنفرانس در ترکیه تشکیل شده در آنکارا، در به اصطلاح بله در همون آنکارا تشکیل شده و در این کنفرانس به اسم دوستان سوریه حدود 60 کشور شرکت کردند و قول همکاری با مخالفین بشار اسد دادن، چون اینا معتقدن اگر سوریه سقوط بکنه کمر جمهوری اسلامی شکسته. حالا من باز به حاشیه رفتم، همین الان گرامی، الان جمهوری اسلامی خطر رو بیخ گوشش احساس کرده و احساس کرده با این کمک‌هایی که سوریه و ترکیه و عربستان و سعودی و قطر دارن میکنن در سرنگونی بشار اسد، سیاست تحریم‌ها که روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه و خطر حمله نظامی از طرف اسرائیل سبب شده که موجودیت جمهوری اسلامی به خطر بیفته. به خاطر این یهو ناگهان شما ببینید آقای حسن روحانی، کسی که رئیس کمیسیون امنیت ملی بوده در زمان آقای رفسنجانی و آقای خاتمی، ناگهان کت شلوار میپوشه و بلند میشه میره در وین با آژانس بین‌المللی اتمی مذاکره کنه و از بن‌بست بیارن بیرونی مثلا، چون اینا به این نتیجه رسیدن، این آخرین آزمایش هم انجام بدن، به این نتیجه رسیدن که اگر قراره با کشورهای 5 به اضافه 1 و کشورهای غربی صحبت بکنن، خب بهتر این که با خود آمریکا صحبت بکنن، چون اینا معتقد همون کاری که آقای رفسنجانی کرده. ناگهان آقای رفسنجانی رو در مجمع تشخیص مصلحت نظام آقای روزخان بزرگ تثبیتش کرده و آقای حسن روحانی رو هم فرستاده که آخرین حرفا رو با آژانس بزنه و از طرفی آقای رفسنجانی ناگهان بعد از 20 سال که از فوت امام کبیر میگذره دیروز آمده افشاگری کرده که من در یک نامه‌ای که با خط خودم نوشتم
به امام در اون نامه 7 مسئله رو مطرح کردم و گفتم قبل از اینی که خدای نکرده شما نزول اجلال بفرمایید به اون دنیا، اجازه بدید که این مسائل در زمان حیات شما حل بشه، چون بعد از این دیگه امکان نداره حل شه. یکی از مهمترین موارد که فقط آقای رفسنجانی به این اشاره کرده، نه به مسائل دیگه، اینی که امام، ما که با بسیاری از کشورها مذاکره میکنیم، با چین، با روسیه، با اروپا، چرا با خود آمریکا صحبت نکنیم؟ چرا باید منکر این باشیم که آمریکا قدرت برتر در دنیا؟ شما همینطوری نمیتونید از این مسائل همیهنان گرامی بگذرید و بگید خب آقای رفسنجانی یه صحبتهایی کرده، روزنامه کیهان و چند تا روزنامه دیگه هم بهش فحش دادن، چند تا از این آخوندایی هم که در حاشیه هستن بهش فحش دادن، اینا همش بازیای خود رژیمه، برای اینکه بگن حرفای آقای رفسنجانی مورد تایید همه نیست و حتی رهبری. اما رهبری خفه، هیچی نمیگه این وسط. چرا؟ برای اینکه میخواد بسنجه ببینه که این حرفایی که آقای رفسنجانی میزنه مورد توجه آمریکا قرار میگیره، اینورم که حسن روحانی رو فرستاده و یواش یواش سیاست نزدیکی به آمریکا رو جمهوری اسلامی داره تجربه میکنه. بعد از این همه حرفایی که علی خامنه‌ای گفته و اطرافیانش نشخوار کردن، نمیشه به این سرعت بگیم که بله بایستی با آمریکا مذاکره کرد. باید یه آدمی مثل رفسنجانی بیاد جلو، مثل آقای خاتمی بره رأی بده، مثل حسن روحانی بلند شه بره با لباس شخصی در وین و یواش یواش زمینه رو فراهم کنن برای نزدیکی به ایالات متحده آمریکا، کاری که احمدی نژاد می‌خواست بکنه و علی خامنه‌ای دور می‌خواد از دست اون بگیره و بهش اجازه نده که از این بازی‌ها بکنه، چون همه باید بدونن علی خامنه‌ای همه کار است، آقای احمدی نژاد یه دلغک صحنه است. حالا دوباره سیاست نزدیکی بین رئیس روزخانها و علی اکبر رفسنجانی، چرچیل رژیم، دوباره داره گرم و گرمتر میشه و سیاست هایی که بعد از اینها خواهد آمد. همینان گرم، بسیار صحبت دارم ولی امروز پنجشنبه است و من ناچارم به مسائل دیگه هم بپردازم. همینان گرم، ولی به عقیده من اینا نشان دهنده نزدیکی سیاست های جمهوری اسلامی در مذاکره با آمریکاست و رفسنجانی داره نقش مزورانه واسطه رو بازی میکنه و میبینید که از عربستان سعودی تعریف میکنه، از بسیاری از کشورها، و داره زمینه رو برای نزدیکی درست میکنه و ایجاد میکنه. حالا تا بعد که نتیجه شده گفتگو میکنم همیهنان گرامی با حسن زارزاده اردشیر، دانشجوی فعالی که همه شما با فعالیتاش آشنا هستید همیهنان گرامی، و هر هفته روزهای پنجشنبه فرصت کمی است دیگه، چون آقای دکتر مسعود نقره‌کار پزشک در بیمارستان کار میکنه، شبا نمیتونه در برنامه من حضور داشته باشه، روزها فقط میتونه بیاد، و حسن زارزاده اردشیرم متاسفانه بجز روز پنجشنبه فرصتی دیگری نداره و من مجبورم که دوست دارم با هر دوی این کسانی که هر کدوم در نقش خودشون بسیار کارساز هستن حتما صحبت بکنم در برنامه و با عشق و علاقه این کارو میکنم. درود بر شما آقای اردشیر گرامی. درود بی پایان آقای فرجی عزیز و درود بر همه هموطنان گرامی. تشکر میکنم از لطف شما. خواهش میکنم آقای اردشیر، بفرمایید که گزارش های امروز شما از چه قراره؟ من گوش میکنم صحبتاتون. میکنم آقای فرجی عزیز، عرض میکنم که من اول یه نکته رو بگم قبل از این که بحث رو شروع بکنم، چون خیلی جالب بود که این شورای نگهبان انتخابات حوزه دماوند رو باطل کرد و میدانید که در دماوند آقای خاتمی رأی داده بود. بله. بعدم که بعد از اینکه زهیداد یا خاتشاقی رفته بود خونش رو، بعد لو رفته بود به هر حال این مسئله، و الان همون رو حوزه انتخابیه رأیش باطل اعلام شد. چرا؟ نگفته دلایلشو؟ نمیدونم دلیلشو، ولی نکته جالبی که اینجا وجود داره اینه که در واقع این میتونه
به نوعی به خود آقای خاتمی هم برگرده. ولی من خواستم در قالب طنز یه تکه به آقای خاتمی بندازم که به هر حال هر چقدر سعی کرد که این رأی‌گیری رو یعنی شرکت در رأی‌گیری رو مخفی نگه داره، بله موجه جلوه بده، ولی نشد و این مسئله رو خود دوستان خودش در نظام علنی کردن و مطرح کردن و سعی کردن که برو بیارن که بله ایشون یه چنین کاری کرده. نه ولی آقای اردشی این جالبه که بسیار از همکارای نزدیک ایشون در این میونه اصلاحاتچیا کار ایشون رو نفی کردن و محکوم کردن، ولی پیکنت در خارج از کشور فقط به خاطر نامه مادر سهراب عرابی کار ایشون رو داره مالکشی میکنه و از جنای توده‌ای‌های کمونیست محترم و دارن میگن بسیار کار خوبی کرده ایشون. بله تأسفه و به هر حال این مسائل ناراحت کننده. البته در ایران کم نیست مرتب همین برخوردهای آزاردهنده و ناراحت کننده و دلخراش رو میبینیم. آقای خاتمی هم که این هم ادعای اصلاح طلبی و دموکراسی کرد، آخرش رفت و نشون داد که نه، در یک اردوگاهی قرار گرفته که به هیچ عنوان نمیشه روش حساب کرد. و الان هم شورای نگهبان همون جایی که ایشون رفته رای داده رو باطل کرده. البته خب وقتی باطل میکنن میگن تقلب شده یا تخلفی صورت گرفته یا یک اتفاقای کوچیکی افتاده، اینا رو میگن. منتها من چون از پشت پرده خبر ندارم عرض میکنم که نمیدانم، بلا گفتن تخلف شده. حالا بحث اینه که این ممکنه یک جوری برخورد سیاسی هم باشه در این حال و درسی هم برای یاران آقای خاتمی که به هر حال، حالا نمیخوام بگم رفت پیدا میکنه، ولی به هر حال این باعث شرمساری هست که ایشون میاد و اعلام میکنه که با شروطی در انتخابات حاضر شرکت بکنه و بعد هم که دوستان خودش در نظام حرفشو گوش نمیکنن و ایشون شکست میخوره، میاد از طریق گروه هایی که دارن، همین شورای رای سبز امید و نمیدونم سبز اللهی ها و اینا، اعلام میکنن که ما در انتخابات شرکت نخواهیم کرد. البته توجه داشته باشید گفتن تحریم نمی کنیم، شرکت نمی کنیم، بعد ولی ایشون میره شرکت میکنه و الان هم اینکه یه حالی از ایشون بدن آمدن این انتخابات رو باطل اعلام کردن. در صورت گفتن این نکته رو عرض کنم چون خیلی مهم بود و یه یادآوری هم بشه، حالا بحث انتخابات گذشته ولی به هر حال یه یادآوری هم بشه که ما متاسفانه هیچ وقت در جمهوری اسلامی انتخابات درستی نداشتیم و الان رفته رفتن بدتر میشه. بنابراین نمیشه واقعا یه سیستمی که از درون کاملا فاسد هست و هیچ گونه روش دموکراتیکی برای انتخاب کردن وجود نداره و حتی نظارتی درستی بر انتصابات هم وجود نداره، بنابراین نمیشه بر این وارد این بازی های انتخاباتی شد، مگر اینکه نفعی برای مردم بشه، منجر به اعتراضات بشه، منجر به اتفاقاتی بشه که تغییراتی به وجود بیاره. خب اون یه بحث دیگه است که در اینجا فرصت گفتگوشو نداریم. بعد وارد بحث هفتگی بشم آقای فرجی، یک مسئله این هستش که من یه چند عکسی دوستان دانشجوی دانشگاه شریف فرستاده بودم، خیلی خوشحال شدم دیدم، به خاطر اینکه و آمدن این عکس دانشجویان زندانی رو گذاشتن کنار هم به عنوان صفحه هفت‌سین و یاد دانشجویان زندانی رو گرامی داشتن که بسیار کار زیبا و قشنگی بود که من واقعا به این دانشجویان آفرین میگم که با این که زیر فشار هستن ولی در داخل دانشگاه آمدن صفحه هفت‌سین گذاشتن و عکس دانشجویان زندانی رو در اونجا قرار دادن و یادشون رو گرامی داشتن. خیلی حرکت قشنگی بود که مشابه اون هم البته چند جای دیگه هم اتفاق افتاد. بعد عرض میکنم که در دانشگاه دانشجویان علوم پزشکی هم که میدونین در مقابل مجلس و وزارت بهداشت تظاهراتی را انداختن و دست به تجمع زدن، لباس سفید همین پزشکی رو پوشیدن و رفتن اونجا دست به تجمع دادن در رشته‌های داروسازی و دندان پزشکی و پزشکی و این اعتراض الان چند روزه که
ادامه داره. بعد و خب وزارت علوم که این امتحانایی که میگیره، کنکور و آزمون‌ها و اینها، در همه اینا دستکاری میکنن، اینا هیچیشون واقعا دیگه حساب کتاب نداره و حتی دانشجویان لیسانس به بالا رو دیگه الان بازجویی میکنن رسما که نمیدونم در کدوم گروه هستی، با کی فعالیت میکنی، چی کار میکنی، و دانشجویان رو مورد اذیت و آزار قرار میدن. الان هم دانشجویان علوم پزشکی به این نتیجه آزمون ها اعتراض کردن و رفتن جلوی وزارت بهداشت. عرض میکنم که دست به تظاهرات زدن. عرض میکنم که و هنوزم این اتفاق همچنان ادامه داره. بعد یه مطلب دیگر این است که آقای ایقان شهیدی که از این فعالان حق به تحصیل هست احضار شده، چون قبلا به 5 سال زندان محکوم شده بود. من فکر میکنم که میخوان این حکم رو به اجرا بذارن. البته یه حکم دیگه به اجرا گذاشته شد که آقای مهران فرجی هست، روزنامه نگار، که به 6 ماه حبس محکوم شده بود و حکم ایشون هم به اجرا گذاشته شد. خانم منصوره بهکش که از فعالان شاخص در ایران هستند، فعال حقوق بشر و زنان و از میان مادران عزادار پارک لاله که به این اسم مدتی دارن فعالیت میکنن، در 1-2 سال گذشته ایشون هم متاسفانه به 4.5 سال حبس تعزیری محکوم شدن. بعد خبرش دیروز پخش شد و همچنان متاسفانه این برخوردن ببخشید من معذرت میخوام، یه داشت صدام گرفته چون تازه نهار خوردم به خاطر همین. بله. عرض میکنم که و یک بحثایی هم هست اشاره فرجی که انگار میخوان این دانشجویان مقاطع بالا رو جدا بکنن و ببرن به یک سری دانشگاه های دورتر. البته این بحث از قبل هم بود، الان هم در دانشگاه شریف این بحث رو مطرح کردن که دانشجویان مقاطع تکمیلی رو میخوان محل تحصیلشون تغییر بدن و هی مرتب دارن در دانشگاه ها متاسفانه این تغییر تحول ها رو به وجود میارن که بین دانشجویان فاصله بندازن و کنترل بیشتری در دانشگاه ها بکنن. و یه نکته دیگه هم این که خانم ریحانا طباطبایی که روزنامه نگار هستن، ایشون متاسفانه به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدن و یک فعال فرهنگی در اهواز هم به 10 سال زندان محکوم شد. و عرض میکنم که خبرهای البته در ارتباط با حوزه حقوق بشر و نقض حقوق بشر و دانشجویان زیاد هست. بعد من یک مقداری هم در ارتباط با زندانیان سیاسی صحبت میکنم. آخرین خبری که ما منتشر کردیم در ارتباط با زندان رنجای شهر بود در سایت کمیته دفاع.com که در زندان مقامات بخشنامه کردن که از این به بعد داروهایی که زندانیان که مریض هستن و ناخوش هستن به هر حال می رفتن و یک بهداری کوچکی داخل زندان اینا رو وقتی ناخوش بودن می بردن، اون بهداری داروهای مورد نیازشون رو تقدیم می گرفتن. من بخشنامه اومده که از این بعد داروها خود زندانیان باید داروها رو تهیه بکنن که اینم یک فشار بیشتری برای که زندانیان رو اذیت بکنن. و قرار شد که این داروها در داخل بند در فروشگاه های زندان فروخته بشه به قیمت چندین برابر، که باعث تأسفه که در نظام اسلامی این چنین با رأفت اسلامی دارن برخورد میکنن، با زندانی که همه جوره فشار داره تحمل میکنه، دارو هم باید اونجا با قیمت چند برابر، حالا از کجا باید پول بیارن نمیدانم، باید تهیه بکنن. آقای اردشی 2 دقیقه فرصت داریم، خواهش میکنم جمع‌بندی کنید سریع‌تر که حرفتون رو من نیمه کاره قطع نکنم. بله بفرمایید. حتما یک نامه هم آقای مهندس طبرزدی از داخل زندان ارسال کردن که انتقادی داشتن به اونچه که انتقادات به ایشان هست، برای اینکه ایشون چند وقتیش یک ویدئویی رو از داخل زندان
بیرون دادن و ویدیویی که مخفیانه گرفته شده بود یک ماه روش کار شده بود و در این ویدیو یک سری نظرات خودشون رو مطرح کرده بودن و خب یه عده انتقاد کرده بودن که مثلا شما چرا از فدرالیسم دفاع کردین و ایشون هم یه نوعی نوشته نظراتش رو شفاف بیان کرده و گفته که اولا که من 2 سال پیش از خامنه‌ای شکایت کردم و باز تأسفه که در خارج از کشور یک نهادی وجود نداره یا اگر وجود داره انجام نداده و این شکایت رو به جایی نرسونده و بعد از 2 سال از یک دیکتاتور ما نتونستیم یک شکایت قانونی انجام بدیم یا اینکه یک اقدام قابل توجهی در مجامع بین المللی انجام بدیم. و یک مسئله دیگه که آقای طبرزادی از زندان رجای شهر در نامه خودشون نوشتن همین مسئله فدرالیسم که گفتن که من در مورد فدرالیسم اگرچه در یک گروه کار میکنم با یه جمعی فعالیت میکنم ولی نظر شخصی خودم رو مطرح کردم و معتقد هستم که ما با یک نظام جمهوری دموکراتیک بایستی که برای یک نظام جمهوری دموکراتیک فعالیت دموکراتیک فدرال فعالیت بکنیم و منظورشون هم از فدرالیسم البته این نیستش که باید یک فدرالیسم قومی شکل بگیره چون معتقد هستن که فدرالیسم قومی در شرایط فعلی امکان پذیر نیست و باید همونطور که استان‌ها وجود دارن به صورت جغرافیایی به اون نگاه کرد. البته این رو ایشون بیشتر توضیح ندادن و واگذار کردن به این که اگر فردا مجلسی در ایران تشکیل میشه مجلس مؤسسان باید که اون مجلس تعیین بکنه که در کشور چه نوع سیستم نظامی در واقع شکل بگیره. آقای اردشیر ببخشید من فرصتم تموم شد چون من باید گفتگو بکنم با آقای دکتر نورکا. کجا میشه این نظرات آقای طبرزدی رو خوند؟ در سایت شما هست؟ بله در سایت کمیته دفاع .com الان هست مراجعه بکنن بل. و این نامه رو ببینن. همچنین هم آقای پیمان عارف هم از زندان آزاد شدن که خیلی خوشحالم از دانشجویان مبارز و تشکر میکنم آقای فرجی بابت این فرصت. خواهش میکنم، خیلی سپاسگزارم. خب همینان گرم، دو مسئله رو قبل از اینکه با آقای نقره‌کار صحبت بکنم باید مطرح بکنم. یکی تسلیت به سرکار خانم سارا ایرانی که بسیار متاسف شدم از درگذشت پسرشون و صمیمانه از طرف خودم و خانوادم به ایشون تسلیت میگم و امیدوار هستم که ایشون صبور باشن در این واقعی که براشون اتفاق افتاده و همچنان به کاری که بهش اعتقاد دارن، کار درست ژورنالیستی، ادامه بدن. ممکنه با نظرات همدیگه ما مخالف باشیم ولی در این شرایط تأسف‌بار واسه همه ما در نظر بگیریم که هر ناراحتی که برای ما پیش میاد مسئول عمده این ناراحتی‌ها اون کسانی هستن که ما رو از مملکت خودمون تارمار کردن، مجبور به مهاجرت اجباری کردن و ما در این شرایط در شرایطی قرار گرفتیم که واقعاً تأسف‌باره وقتی که این اتفاقات میفته و من میبینم که عکس‌العملی در بین همکاران و روزنامه‌نگاران و تهیه کنندگان برنامه‌ها دیده نمیشه. خبر تأسف‌بار دیگر اینه که صمیمانه به البته به سرکار خانم سارا ایرانی تسلیت میگم در این مورد. مسئله دوم تصادف خانواده شادروان صدر رضا حسینی، نویسنده و مترجم معروف ایرانه که گویا این هفته صورت گرفته. همسر ایشون فوت کرده و گویا یکی از پسرانشون فوت کرده. فقط یک بچه‌ای که در اون اتومبیل بوده سالم بوده و یکی دیگه هم شدیداً زخمی شده که من واقعاً تأسف خودم رو و ابراز همدردی خودم رو و تسلیت خودم رو به خانواده شادروان صدر رضا حسینی به این طریق اعلام میکنم. اما گفتگو میکنم با آقای دکتر مسعود نورکار. همینان گرفت آقای دکتر نورکار، درود بر شما. درود بر شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. آقای دکتر نورکار عزیز، من یه خبری رو دیدم این هفته، نوشته بود تمامی کارگران کارخانه تولید شمش چدن شرکت ذوب‌آهن غرب کشور کوره بلند در نخستین روز کاری سال 91 اخراج شدند. صحبت من با شما و سوالم با شما اینه که در شرایط فعلی وضعیت کارگری رو چجوری میبینید؟ اولا که مسئله آقای شاروخ زمانی کارگر زندانی مطرح است و بعد واقعا وضعیت جنبش کارگری در ایران چگونه است؟ دلم خواست این سوال از شما بکنم که در این مورد این مسائل مرتبا تحقیق میکنید و در جریان خبرهاش هستید. بله
میدونید که بر اساس خبرهای موثقی که هستش، آقای شاهرخ زمانی و محمد جراحی دو تن از فعالین جنبش کارگری در ایران در زندان به سر میبرن و در شرایط بسیار سختی هستند. طی چند روز اخیر خانواده این دو تن، به ویژه خانواده شاهرخ زمانی و مادر ایشون، طی تماسایی خواستار شدن که برای فریاد اعتراض اونها به این بی‌عدالتی رو به گوش ایرانیان و در حد امکان به گوش مردم جهان و محافل بی‌صلاح کارگری رسونده بشه و تلاش بشه برای آزادی این کارگران. البته میدونیم که فقط هم این دوتن نیستن، بسیار از فعالین جنبش کارگری یا در حبس هستن یا بیکار شدن و یا به اشکال مختلف تحت فشار قرار دارن. همونطوری که به یاد دارید مثل فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد یا سندیکای کارگران نیشکر افتپه و تشکل‌های دیگه کارگری. اما آقای شاهرخ زمانی و محمد جراحی میدونید که طبق حکم شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز و اینکه دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور هم تحلیل کردن، ها بدون هیچ دلیلی و ارائه مدرکی محکوم به زندان شدن. فکر میکنم آقای زمانی 11 سال و آقای جراحی حدود 5 سال، یعنی 16 سال مجموعاً، و اینها در زندان تبریز در شرایط بسیار سختی به سر میبرن و الان هم انتقالشون دادن به اون بندی که معتادان هستن و معروف هست که بند متادون. میدونید که بسیاری از معتادها در این بند هستن، یعنی اکثرشون معتاد هستن که با متادون به نوعی تحت درمان هستن، ولی غالبا انواع بیماری ها رو دارن، مبتلا به ایدز هستن، انواع هپاتیت ها و بیماری های دیگه. و خب این زندانیان سیاسی و فعال کارگری رو هم منتقل کردن به اون بند. علتی هم که آقای زمانی و همکارانشون و دوستانشون دستگیر شدن و محاکمه شدن، میدونید که تلاش اونها برای تحقق حق تشکل کارگری، حق اعتراض و حقوق صنفی و قانونی کارگران، اون هم در چارچوب مقابل‌های بین‌المللی کار که جمهوری اسلامی هم ظاهراً قبول داره. در هر حال خواستم بگم الان این زندانی‌ها در شرایط سختی به سر می‌برن و خب باید تلاش کرد که به نوعی فریاد اعتراض اونها رو هم به گوش محافل بین‌المللی و هم مردم رسون و در راستای آزادی اونها تلاش کرد. اما همونطوری که اشاره کردید، میدونید که کارگران ایران به طور کلی در حال وضعیت مناسبی قرار ندارن، مثل سایر اقشار جامعه همون، ولی در یه شرایط بدتری. و اگر در همون هر تعریف در واقع نیروی کار کارخونه ها و واحدهای کارخونه های کوچک رو ما در نظر بگیریم، شرایط بسیار سختی رو اینها میگذرونن و زندگی سختی رو دارن. شما اشاره کردید به اخراج کارگران کارخانه صبح‌آهن غرب، همون تولید شمشه چدن، ولی میدونید که همین اخیراً طی هفته‌های گذشته حدود 650 تا 700 کارگر کارخانه شهاب خودرو اخراج شدن که طی یکی دو روز گذشته حدود 400-500 نفر اونها جلوی دفتر رئیس جمهور تحصن کردند و بعضی از این اخراجی ها و سابقه کار 20 تا 25 ساله داشتن. همین وضعیت رو کارگران کارخونه نشکر افتپه، نساجی مازندران، کارخونه‌هایی در مهاباد داشتن و دارن. البته من اینو بگم که شرکت شهاب خودرو در واقع 300 نفر دیگر رو هم اخراج کردن، البته نه اخراج، گفتن ما دیگه اینا رو بازخرید میکنیم. در واقع یک رقمی حدود عددی حدود 900 نفر از کارگران رو به نوعی اخراج کردن. بنابراین جدا از اصلا شرایط سخت معیشتی، این اخراج ها و این شرایط وضعیت بدی رو برای کارگران جامعه ما ایجاد کرده. در مورد جنبش کارگری هم من خیلی به اختصار بگم، میدونید که الان هم اولا بحث روی تعریف از کارگر بحثای زیادی هست و متفاوت. در واقع
تعریفی هم که همه قبول دارن الان همون هست که کسی که نیروی کار خودشو بفروشه ارزون و بشه اضافی تولید بشه و دیگران استفاده کنن. ما تو میدونید که الان واقعا یک هم پیشرفت‌های فنی، تکنیکی و علمی و هم شرایطی که وجود داره در ادبیات سیاسی معاصر اصلا بحث تعریف از کارگر تغییر کرده. بحثی که بهتر می‌دونید کارگر یعنی کارگر فکری و اصلا تغییری که در چهره و مکانیزم کار کارخونه شده. امروز در واقع کارگر حتی به برخی از کسای تعبیر میشه که یعنی میشه الحاق کرد که پشت کامپیوتر کار میکنن در هر حال. ولی اون چی که مد نظره، اگر ما طبقه کارگر ایران و کارگرهای ایران و با همون تعریف سابق هم، یعنی کسانی که در کارخانه‌های بزرگ و واحدهای تولید کوچک و کار میکنن یا کارگران بخش خدمات در نظر بگیریم، واقعا مشکل اساسی زیادی دارن. یکی از اساسی ترین مشکل جنبش کارگری و یا طبقه کارگر در ایران میدونید فقدان تشکل هست. یعنی نبود تشکل و این خودش یکی از مشکلات اساسی است و خب باید تلاش بشه بیشتر و فکر بشه در جهت سازماندهی طبقه کارگر با طرح خواستای مطالباتی اقتصادی، سیاسی و اجتماعیش که میدونید خب این خواستا خیلی روشنه. امنیت شغلی ندارن، کارها اغلب قراردادها، یعنی کارهاشون اغلب قراردادی و پیمانیه، دستمزدها به موقع بهشون پرداخت نمیشه، دستمزدها نسبت به سطح تورم و وضعیت فقر جامعه بسیار پایینه، آزادی اجازه تشکل ندارن، حقوق بیکاری بهشون تعلق نمیگیره، امکانات تامین اجتماعی ندارن و و و بسیاری از این خواستای دیگه. بنابراین مشکلی از مشکلات اساسی همون فقدان تشکل یا نبود تشکل کارگری است. البته خب میدونید که اون سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران یا نیشکر هفت‌تپه خب همین تجربه نشون داد که امکان اینکه بشه تشکل‌های مستقل داره کرد در ایران هست. اتا خوب دیدیم چه هزینه‌هایی هم داشت، دستگیری و زندان و مشکلات دیگه. بنابراین به گمان من یکی از مشکلات همون که من اشاره کردم مسئله سازماندهی به ویژه در کارخانه های و یا مراکز بزرگ مثل شرکت نفت، صنایع فولاد و پتروشیمی و اینها میدونید اهمیت کلیدی دارن. اگر به یاد داشته باشین تا موقعی که شرکت نفت در تحولات سال 57 پا به میدان نداشته بود، میدونید همه اتفاقا تا حدودی میشه گفتش که ناقص بودن و تنها اون حرکت تونست کار رو به سرانجام برسونه. بنابراین نشون میده که چقدر کارگران ایران و به ویژه این مراکز میتونه تشکل و فعالیتشون نقش داشته میشه تو تحولات آتی ایران. نمیدونم اگر شما سه دقیقه دیگه فرصت دارید دکتر نورکار عزیز، میتونید تو این سه دقیقه صحبتتون انجام بدید. بله ببینید یه سری مشکلاتی هم چون مسئله جنبش کارگری مطرح شد پیش روی جنبش کارگری ایران هستش که من فقط به اونها اشاره میکنم. واقعیتش باید در نظر بگیریم. من میگم تشکل نیست، خب مسئله سرکوب باید در نظر داشت. میدونید که واقعا جمهوری اسلامی تشکل‌های کارگری رو و به ویژه فعالین کارگری رو یا سرکوب کرد یا از بین برد و در کارخانه ها چجوری رخنه داد این تشکل های اسلامی و در واقع کارگران که خودش تربیت کرده بود. این رو باید در نظر گرفت. علاوه بر این گرایش های مختلف در طبقه کارگر، متاسفانه گرایش های اقتصادی سیاسی زیادی در طبقه کارگر و میان کارگرهای ما هست و پیشتازان اونا که اصلا مسئله فرق گرایی و سکتاری رو به اون حد هم رسونده و به هر حال با توجه به وضعیت طبقه کارگر و سطح رشد اقتصادی و توسعه در جامعه ما هم باید در نظر داشت که سطح رشد جنبش کارگری هم به سطح رشد جنبش سیاسی وابسته است. خب در جامعه ما یک چنین ضعفی در سطح جنبش سیاسی روی جنبش کارگری هم تاثیرگذار بوده. به هر حال من صحبتمو تموم میکنم، باز با تاکید بر این که شاهرخ زمانی و زندانیان برحال جنبش کارگری و کارگران رو فراموش نکنیم و سعی بکنیم به نوعی صدای اونها رو
به شکل‌های مختلف به محافل بین المللی برسیم. بسیار سپاسگزارم دکتر نارکار عزیز، تا هفته دیگه باز با هم که صحبت خواهیم کرد. خب همیانانی گرامی، آخرین خبری که یه خوردم باعث انبساط خاطر میشه، مسئله وارد کردن دستبیل از اندونزی. خیلی جالبه همیانانی گرامی، جمهوری اسلامی تمام کارخانجات، همطور که دکتر نقره‌کار به درستی اشاره کرد، کارخانجاتو مرتبا میبنده، محصولاتی که ما در مملکت خودمون در میهن خودمون میتونیم تولید بکنیم همه اینا رو از بین برده، کارخونه ها رو تعطیل کرده، کارگران بیکار کرده، زمین های کارخونه ها رو فروخته و کار افتاده به دست یک عده مقاطع کار و سودجو و پول پرست. حالا اینا 45,000، این خبر تابناکه، 45,000 دست بیل از اندونزی وارد کردن در ایران. همین خبر مال این هفته، تو این ماه به اصطلاح سال گذشته، سال 90، 45,000 دست بیل از اندونزی خریداری کردن و وارد مملکت کردن. میدونید چرا همین؟ امکان این که این دست بیل دیگه ایران خودشون درست کنن هست، منتها در وارد کردن این به اصطلاح محصولات در خارج یه مقدار زیادی این پول تو جیب سرداران محترم سپاه میره، تو جیب دوروریای آقای خامنه ای میره، تو جیب دوروریای آقای احمدی نژاد میشه، نه این مسئله دست بیل. اصولا واردات شکر و نمیدونم قند و چایی و سیگار و همه اینا تقسیم شده بین اراذل و اوباش تا حکومت رو محکم میگردن. مردم تو اینجا نقشی ندارن، نقشو فقط این اراذل و اوباش دوربر مقام معظم روضه‌خان بزرگ دارن و سرداران محترم اسلام و دلقکایی مثل احمدی نژاد. سپاسگزارم همیانانی گرامی، به برنامه من توجه کردید. ایمیل جدید من رو زیر تصویر من میبینید همیانانی گرامی، nino.azad@aol.com. خواهش میکنم از این به بعد اگر مطلبی هست یا اظهار نظری هست به این ایمیل جدید من که از امروز باز شده بفرستید. این فکر میکنم جز مطمئن ترین ایمیل هاییست که تا به حال من ازش استفاده کردم. سپاسگزارم، تا برنامه آینده، خدا نگهدار، زنده باد آزادی، پاینده ایران.